یه چیز دیگه که باید من اینجا بهش اشاره کنم اینه که البته برمیگرده مربوط به متغیرهای گسسته و متغیر پیوسته. متغیرهای گسسته در علوم مکانی دارای یک محدوده مشخص به مرز مشخص هستند، مثل دریاچه، مثل مرزی استان، مثل خونه شما. ولی دادای پیوسته، خب دادای پیوسته دارای محدوده و مرز مشخص نیستن، دارای محدوده و مرز مشخصی نیستن. این هم میتونین ارادیه تشخیص دادای پیوسته و دادای گسسته و دادای پیوسته معمولاً دادایی هستن که خدمت رو عرض کردم داره یک پارچگی، داره وحدت هم داره یک پارچگی هم در هر موقعیتی و در هر جای کره زمین اونو میبینیم، حالا کم و زیاد دارن مثل بارش و ارتفاع و غلظت و اوزون و حالا هر چیز دیگه یا آبهای زیرزمینی که حالا ما میتونیم با توجه به شرایط فنی که داریم نمونه برداری رو انجام بدیم، یعنی با توجه به امکانات و پول و هزینه و دستگاه و اینکه آیا سازمان ما حالا قادر هست وسیله‌اش رو داره دستگاهش رو داره که نمونه برداری انجام بدیم. و اینم تازه باید بدونی که بعضی از دادهای پیوسته مثل باد، خب علاوه بر یه مقداری که دارن داره جهت هم هستن، به مثلا رودخونه ها علاوه بر که یه مقداری دارن داره جهت هستن به کدام سمت داره حرکت میکنه. اینم باید بدونید که بتونید بهتر کار کنید. و بعد موردی که دوره در زمین آمار و آمار فضای مربوط به نمونه ها و دادها هست، من باید اینجا اشاره کنم اینه که وقتی ما میخوایم نمونه برداری کنیم باید بدونیم در چه جهتی نمونه برداری کنیم. یه موقع ما داریم نمونه برداری بارش میکنیم، دما میکنیم، حالا آیا عنصر معدنی، باید بدونیم آیا این رگه معدنی در جهت یک گسله یا در جهت یک تاقدیسه، در جهت یک نافدیسه، چجوری باید در چه جهتی حرکت کنیم. چون گفتیم در زمین آمار قبلا گفته بودیم که اوایلش تو فیلمای توری در زمین آمار یا آمار فضایی صحبت از فاصله است، صحبت از جهته، صحبت از یه پهنن، صحبت از یه سطوحه، خب صحبت از یک سطحیه، یک سطوحیه. و قبلنا گفتیم تو ویدیوی اول که آمار کلاسیک با آمار فضایی، خب فرق اصلیشون در اینه که آمار کلاسیک برآورد نقطه‌ای داره، آمار فضایی یا زمین‌ها برآورد پهنه‌ای داره، اونجا دادا مستقل از هم هستن ولی اینجا با هم ارتباط دارن. قانون بعدی که ما باید در درونیابی رعایت کنیم اینه که آیا متغیر ناحیه‌ای که ما داریم آیا با هم ارتباط دارن، آیا ایسکا به ایسکا، مثلا میخوام مثال این دوره روی نقشه بزنم، آیا متغیر بارش یا این ایسکایی که من دارم مطالعه میکنم با هم ارتباط دارن یا مستقلن، آیا ارتباط به اینا هست یا نیست. چون اگه اون ارتباطه نباشه ما در همون آمار کلاسیک گیر میکنیم، همونجا قفل میشیم دیگه، آمار فضایی نمیتونیم اسمش بذاریم، دیگه زمین آمار نمیتونیم اسمش بذاریم. یعنی علاوه بر که ما باید دانش کافی رو داشته باشیم که بدونیم بین متغیرهای ما ارتباط وجود داره یا نه، یعنی بین دو نمونه ارتباط وجود داره، آیا این نمونه رو این تاثیر میذاره، آیا فاصله که میبینیم تاثیر داره کم میشه، آیا فاصله که میبینیم تاثیر داره زیاد میشه. خب اگه اینا رو انجام ندیم که ما کار زمین آمار یا آمار فضایی انجام نمیدیم، نمیتونیم درونیابی خوبی داشته باشیم و در انجام عملیات درونیابی با مشکل مواجه میشیم.